طی همایش ادبی از اولین سالروز درگذشت استاد براتعلی فدایی هراوی در ولایت هرات گرامی داشت به عمل آمد. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ هرات استاد فدایی را مرد عیار و نیکونام دانسته میگویند. اشعار وحدت آفرین ایشان باعث تحکیم وحدت بین مردم میگردد. با این حال شاعران و نویسندگان میگویند اشعار فدایی هراوی در محور وطن، مردم و اسلام سروده شده است. همایش ادبی به منظور اولین سالگرد وفات استاد براتعلی فدایی هراوی به صورت باشکوه در ولایت هرات برگزار کردید. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ هرات میگویند استاد فدایی مرد عیار و نیکونامی بود که اشعارش در بیداری مردم به خاطر جهاد در مقابل تجاوز روزها تأثیرگذار بوده است. این شاعران بزرگ و هنرمند پس از مرگ خودم جمع میکنند و میشه و مردگانی که برای زندگان پیغام وحدت و یک جا شدن میتوان انعکاس بده. چی ما را جمع کرده است؟ این هنر شاید هیچ پولداری نتوانه داشته باشه، این هنر شاید هیچ سیاستمداری نتوانه داشته باشه، ولی شاید این کمال داره. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. بسیار ساده زندگی میکرد، با یک خانگه که بسیار موقر زندگی کردند، با کسی پیش کسی دست خورده راست نکردند، در مقابل ستم زانو نزدند، همیشه در مقابل ستم استاد شدند. نمی ویژگی‌های از سوی هم برخی از شاعران و عالمان دین در هرات اشعار مرحوم فدایی را تکرار نشدنی دانسته میگویند ایشان در داخل و خارج از کشور انجمن‌های ادبی را راه اندازی کرده است. آنان می‌افزاین مرحوم فدایی زندگیش را وقف خدمت به وطن و اسلام کرده بود. انسانی که قریب یک قرن زندگی کرد، اما در تمام این دوران زندگی چیزی که برای ملاک بود اصل دین اسلام انسانیت بود. دنبال خیلی از قضایایی که گاهن در بعضی از اشعار بعضی از شعرا آدم می‌بینه در او دیده نمیشه. لذا ایشان یک شخصیتی بود ملی، یک شخصیتی بود همگانی، یک شخصیتی بود جامع. همه جوانب رو در نظر می‌گیره، برای همه حرف داشت، برای همه سخن داشت. استاد فدایی بیشتر اشعار خود به یاد وطن و مردم و جامعه خود سرودند و همیش با مردم خود بودند. با همو سن و سالی که از اونا تیر شده بود به جنگ زندجان که به سبب جمله جنگ‌های تاریخی هرات است که با مقابل روس‌ها بود، اینا آمادن و با اینا در سنگر و بزم در زندجان هم داشتیم. زمی آشوب زمان خاک نشین کرده مرا، ورنی در گلشن افلاک بود بنیادم. شایان ذکر است که براتعلی فدایی هراوی معروف به شیخ و شعرا روز پنجشنبه چهارم قوز سال 1400 در ولایت هرات درگذشت و حریم راز، فریاد خون، گنج اسرار و راز، چامه ها و چکامه ها، راه روشن و گنج در ویرانه مهمترین آثار استاد فدایی هراوی است.